یه جره پلاستیک میفته که براش نقشه‌های خیلی شومی داره. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم The Skin I Live In یا پوستی که در آن زندگی میکنم محصول سال 2011 کشور اسپانیا رو آوردم. یکی از فیلم‌های خیلی دارک و تریلر این کشوره و کلا توی این سبک شناخته شده است. نمره 76 آی ان بی هم داره که توی این سبک خیلی نمره خوبی حساب میشه. بریم با هم ببینیمش. حواسن وستر کامل صحنه‌ای خشنشم. باشه. با شروع فیلم دختری به اسم ورا رو می‌بینیم که توسط مردی به نام رابرت توی خونه حبس شده. این مرد یه جراح پلاستیکو داره روی اختراعی کار می‌کنه که یه نوع پوست پیشرفته انسانه و در مقابل آتش و نیش حشرات هم مقاومه. تو دانشگاه هم در مورد این پروژه صحبت می‌کنه تا بقیه استادا میان کمکش. وقتی برمیگرده خونه، خبری از ورا نیست و می‌فهمه که این دختر دست به خودکشی زده. خیلی سریع این بحثش تو آزمایشگاه زیرزمین و موفق میشه جونش رو نجات بده. اما خب ورا جای خوشحالی خیلی ناراحته و میپرسه تا کی می‌خوای منو نگه هم داری؟ معلوم نیست که چند وقت این دختر از زندانی رابرتو موش آزمایشگاهی شده. قسمت دردناک اینجاست که روز بعد خدمتکار خونه یعنی مالیا سر میرسه و از همه قضیه ورا با خبره. وقتی رابرت نیست، حواسش هست که یه موقع این دختر در نره. بازم کمکش نمی‌کنه. مالیا یه ظرف برای رابرت آورد و بهش میگه خونه حیوان زنده است و برای آزمایشات آوردم. اونم خیلی سعی میره به آزمایشگاهش که پر حیوانات مختلف و نمونه‌های خونه و آزمایش‌های نهاییشو انجام میده که در آخر نمونه اصلی پوست مصنوعی رو میسازه و روی مانکن قرارش میده. خیلی سریعم نمونه کاملش رو تن ورا تست میکنه که مشخص جواب داره چون با آتیش هم آسیبی نمیبینه. تو جلسه بعدی دانشگاه موفقیتش رو اعلام میکنه و اسم اختراعش هم میذاره گل. اینم اعلام میکنه که با این اختراع بیمارهایی مثل مالاریا کلا نابود میشن. البته که میگه فعلا پوست رومش ها آزمایش کردم و قطعا روی انسانم جواب میده و کلا حرفی از اینکه روی ورا امتحانش کرده نمیزنه. وقتی بعد جلسه رئیس دانشگاه ازش میپرسه که چرا اسمشو گذاشتی گل، اونم میگه به یاد همسرم که به خاطر سوختگی مرد و اسمش گل بود اینو انتخاب کردم. رئیس میپرسه چجوری ساختیش و رابرت یواشکی میگه با ترکیب ژن خوک و انسان. رئیس عصبی میشه و میگه آزمایشت ممنوعه، اگه همین الان متوقفش نکنی اخراجت میکنم. اونم با ناراحتی برمیگرده خونه. با دیدن ورا بهش میگه آزمایشام تموم شدن. ورا با ذوق پرسه یعنی دیگه ولم میکنی؟ اونم جوابی نمیده. ورا میگه پس بیا لااقل با هم ازدواج کنیم و همش پیش هم باشیم. رابرت هم بدون حرفی از اتاق میره بیرون. روز بعدی که مالیا جریانو میفهمه، به رابرت میگه بهتره زودتر ورا رو گم و گور کنی، اون خیلی شبیه همسر تو، اگه کسی ببینتش کلی برات داستان میسازن. اما رابرت گوش نمیده و میگه بقیه خدمتکارا رو اخراج کن، خودت هم حواست باشه تا بفهم باید چی کارش کنم. مالیا هم همین کارو میکنه و روز بعدی مردی با لباس پلنگی جلوی در پیداش میشه و وقتی مالیا جواب میده بهش میگه من پسرتم زیکا، پسری که 10 سال ندیدیش. اونم در باز میکنه و از دیدن هم بعد این همه وقت کلی خوشحال میشن. البته تا وقتی که تو اخبار تصویری از زیکا پخش میشه و مالیا میفهمه که با دوستاش رفتن بانک بزنن و حالا تحت تعقیبه. پسر پررو هم بیخیال میگه تقصیر دوستم بود که دوربینو قطع نکرد و به غذا خوردن ادامه میده. بعدم با اصرار زیادش مادر قبول میکنه که چند روز ازش توی این خونه نگهداری کنه. زیکا داره تو خونه میچرخه و با دیدن مانیتور و اتاق ورا خیلی وسوسه میشه. اما درش میپرسه این دختره کجاست و اون هم جوابی نمیده. اما خب عقب نمیکشه و با بستن مالیا شروع میکنه به گشتن خونه و خیلی زود ورا پیدا میشه. بعدم به زور میره داخل و شروع میکنه به تعرض به ورا. موقع انجام این کارم یه جمله مهم بهش میگه: فکر نمیکردم زنده بمونیم. همین لحظه رابرت سعی میره سوار دیدن مالیا وحشت زده میشه و میاد دو طرف اتاق مخفی، اسلحه‌اش هم میبره و بدون هیچ مکسی یه شلیک به زیکا میکنه و همونجا میکشتش. ورا هم که خیلی حالش بده میپره و بغلش میکنه. بعدم میره بیرون و مالیا مجبور خون پسرش رو از تخت تمیز کنه. موقع انجام این کار به ورا میگه زیکا و رابرت هر دوشون پسرای منن. رابرت یه مرد پولدار بود و همونجا بزرگ شد، ولی زیکا توی محله خیلی بد، اما هیچ کدومشون نمیدونن که برادر همن و رابرت منو فقط برای کار استخدام کرده. وقتی هم ورا میپرسه زیکا چجوری منو میشناخت، مالیا میگه تو کاملا شبیه همسر مرده رابرت یعنی گلی. زیکا هم تو رو با گل اشتباه گرفته بود که اون حرفو بهت زد. اون موقع من خدمتکارشون بودم، رابرت و گلم یه دختر به اسم نورما داشتن و زندگیشون خوب بود. ولی خب یه روز زیکا هم خواست که چند روز تو این خونه بمونه و همین شد شروع خیانت گل به رابرت. اون و زیکا عاشق هم شدن و یه روز با هم تصادف کردن که زیکا در رفت اما گل تو ماشین گیر کرد و همه بدنش سوخت. اما بازم رابرت هر روز ازش مراقبت می‌کرد. پوست گل دیگه درست نمی‌شد و همه آینه‌های خونه رو برداشتیم که خودش رو نبینه. ولی یه روز رفتم پنجره و دیدن چهره خودش باعث شد همون لحظه خودش رو بندازه پایین. افتاد دقیقاً جلوی پای دخترش نورما و این صحنه باعث شد نورما شدت آسیب روانی ببینه. یه مدت بعدم نورما همینطوری از پنجره پرید و خودش رو کشت، ولی توضیح نمیده که چرا. چند ساعت بعد رابرت برمیگرده خونه. وقتی میره پیش ورا دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و با هم رابطه برقرار میکنن. وسط شرف ورا میپره کنار چون به خاطر حرکت زیکا خیلی ناراحته و بعد هم بغل میکنن همونطوری میخوابن. حالا میریم تو کابوس رابرت که یه خاطره از گذشته است. 6 سال قبل و بعد مرگ گل، نورما تازه داره خوب میشه و همراه پدرش میرن مهمونی.
اونجا نورما گم میشه و رابرت با نگرانی میاد دنبالش. متوجه موتور سواری میشه که با استرس داره در میره و کمی اونورتر دخترش میبینه که بیگوش افتاده زمین و انگار ازش سوء استفاده جنسی شده. رابرت خیس سر خواب میپره و حالا میریم توی ذهن ورا. مردی به اسم وینسنتر رو میبینیم که تو بوتیک مادرش کار میکنه. یه همکارم به اسم کریستینا داره و خیلی روش کراشه. وینسنت به مهمونی دعوت میشه و همون جایی که رابرت و دخترش رفته بودن. اونجا از نورما خوشش میاد و میرن بیرون که قدم بزنن. تصمیم میگیرن رابطه برقرار کنن، اما همون اولش یه دفعه نورما بهش حمله عصبی دست میده و شروع میکنه به جیغ زدن. بعدن دست وینسنت رو گاز میگیره که اونم از درد ناخودآگاه میزنه دوش نورما و بیهوش میشه. بعدن فقط لباس دخترو مرتب میکنه و بدون اینکه بهش دستی بزنه سوار موتور میشه و اونجا در میره. در واقع اصلا بلای سر نورما نیورده و فقط به خاطر استراب فوت مادرش بوده که این دختر اینطوری شده. یه هفته بعد وینسنت از خونه میره بیرون که یه ماشین بهش میزنه و بیهوش میشه. با باز کردن چشماش میفهمه تو زیر زمین خونه رابرت زندانی شده. مردی که میخواد انتقام دخترشو بگیره چون فکر میکنه این مرد با دخترش رابطه داشته و به خاطر اونه که الان دخترش دیوونه شده. این در حالیه که پلیسا به مادر وینسنت میگن موتور به سرد پیدا کردیم و احتمالاً جنازه‌اش رفته توی رودخونه و قطعاً هم مرده. هرچی مادر اصرار میکنه بیشتر بگردید پلیسا گوش نمیدن. یه روز رابرت میره تیمارستان و مشخص نورما بعد اون اتفاق نابود شده و اونجا بستریه. از همه مردا حتی پدرش هم میترسه. بخوام واضح‌تر بگم این دختر بعد مرگ مادرش جلوی چشماش به شدت پارانوید شکاک شده. بعد از اینکه اون بلا هم سرش میاد فکر میکنه که وینسنت بهش تعرض کرده و با همین فکر زندگیش نابود میشه. رابرت هم روز به روز بیشتر وینسنت رو مقصر میدونه و حتی بهش آب و غذا هم نمیده تا بیشتر عذاب بکشه. اما یه رفعه رفتارش عوض میشه و یه روز وینسنت رو میاره تو خونه و بهش غذای خوب میده. داره کم کم میبخشتش، اما چند روز بعد نورما هم خودش از پنجره میندازه پایین و میمیره. حالا رابرت افسرده تصمیم میگیره به وینسنت آسیب بد برسونه و یواشکی میبرتش به اتاق عمل. نامه ای هم جعل میکنه و از همکاراش کمک میگیره که روی اون عمل تغییر جنسیت انجام بدن. رضایت‌نامه جعلش هم نشون میده و وقتی وینسنت به هوش میاد میفهمه دیگه مردونگی نداره. رابرت هم شروع میکنه به نگهداری ازش و با کلی قرص و دارو همه هورموناش رو تنظیم میکنه تا کم کم به یه زن واقعی تبدیل شه. بالاخره بعد کلی اصرار وینسنت بهش میگه که چرا اونو دزدیده و میخواد انتقام دخترشو بگیره. اما خب مشخص هرچی وینسنت میگه بیگناه هم قبول نمیکنه و جراحی پلاستیک آخرش هم انجام میده و در نتیجهش چهره و تمام ظاهر وینسنت شبیه به همسر کشته شده خودش یعنی گل میشه. دیگه هیچی برای دستران نداره و به محض به هوش اومدن میخواد از خونه در بره. اما رابرت باهوشتره و همه جا رو قفل میکنه. وقتی وینسنت سعی میکنه خودش رو بکشه رابرت نجاتش میده و با لبخندی بهش میگه از الان به بعد اسم تو وراه. یه اتاق مخفی هم براش میسازه و زندگی جدید ورا همین اتاق و تلویزیون کوچیکش و تمرین کردن یوگا. رابرت هم برای نگهداری از ورا به مارلیا زنگ میزنه و بعد چند سال دوباره استخدامش میکنه. جریانم براش میگه و مارلیا که حالا میدونیم حس مادرانه به رابرت داشته تصمیم میگیره کمکش کنه. دیگه از کابوس بیرون میایم و برمیگردیم به زمان حال. بعد رابطه جنسی ورا و رابرت خیلی به هم نزدیکترن و اعتمادشون هم بیشتر میشه. رابرت دیگه کم کم عاشق ورا شده و کاملا آزادش میذاره. حتی یه روز به مارلیا میگه ورا با خود ببر خرید و هرچی هم این زن میگه خطرناک و بدبختمون میکنه حرفشو تغییر نمیده. اما خب ورا هم خوب برخورد میکنه و بدون هیچ خرابکاری برمیگرده. همین شب یکی از همکارای رابرت با عصبانیت میاد خونش. روزنامه قدیمی دستشه و عکس وینسنت قبل تغییر جنسیت توشه. بهش میگه تو به ما الکی گفتی ازش رضایت‌نامه داری و مجبورمون کردی عملش کنیم. ولی همین لحظه ورا سر میرسه. از رابرت دفاع میکنه و میگه اون عمل روی من انجام دادید و من خودم میخواستم و ازش راضی بودم. دکترم با خیال راحت میره بیرون و رابرت از ورا تشکر میکنه و باور میکنه که اونم عاشقش شده. شب میخوان دوباره عشق و حال کنن که ورا میگه موقع خرید یه چیزی گرفتم که امشب استفاده کنیم و خیلی بیشتر بهمون خوش بگذره. اونم خیلی ذوق میکنه و ورا میره طبقه پایین و اول از همه یواشکی اسلحه رابرت رو از کشو برمیداره. به عکس گذشته خودش نگاهی غمگین میکنه و اسلحه رو با کیف خودش میبره بالا. رابرت بیخبر خوشحاله تا وقتی که ورا اسلحه رو سمتش میگیره. رابرت میگه مگه نگفتی عاشقم شدی و اونم میگه خب دروغ گفتم. بدون هیچ رحمی اسلحه رو شلیک میکنه و با مرگ رابرت یه نفس راحت میکشه. مارلیا با شنیدن صدا بیدار میشه و سریع اسلحه خودش رو برمیداره و میره به اتاق رابرت. اما ورا عقب قایم شده و به محض اومدنش به اونم شلیک میکنه و با سرعت خونه در میره. روز بعد ورا میبینیم که بعد کلی وقت به بوتیک مادرش میره. همکار قدیمیش کریستینا رو میبینه و میره طرفش. بالاخره بهش میگه من همون وینسنت هم. برام کلی خاطره رو نشون میده تا اون کریستینا باور کنه و همو تو آغوش بگیرن.
ورا میره سمت مادرش و به اونم میگه که پسرتم و همینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم The Skin I Live In کلن فیلمیه که در مورد یه انتقام بی سر و ته داره صحبت میکنه، انتقامی که رابرت نمیدونه از کی باید بگیره، یعنی فقط به خاطر ذهن خودش که یه داستان ساخته و فکر میکنه که این مرد همچه کاری با دخترش کرده بدترین بلا رو سرش میاره، در حالی که انتقام اصلی اون لحظه‌ای که میزنه و زیکا رو میکشه داره میگیره، یعنی اون بود که باعث شد همسرش اینطوری تصرف کنه و بلا سرش بیاد و بعد در نهایت بمیره، دخترش اینطوری دیوونه بشه و اون لحظه بهش حمله عصبی دست بده و کلا تمام اتفاقها و سلسله مراتبی که توی فیلم پیش میاد به خاطر کارهای همون مرد همون زیکا. جالبه توی مکالمه‌ای که خدمتکار خونه یا همون مادر رابرت با ورا داره براش توضیح میده که این دو تا بچه‌های من یعنی هم زیکا هم رابرت کلا با هم متفاوتن. رابرت گیر یه خانواده ای افتاد که کلا پولدار بودن، در نهایت پزشک شد، زندگیش جور دیگه ای پیش برد، خیلی موفق بود و خوشبخت، ولی زیکا کسی بودش که کلا تو پایین شهر رفتش، گیر خلاف افتاد و زندگیش کلا مخالف اون پیش رفت. در نهایت هم اومد زندگی اون که خیلی خوب بود و همه چی هم اوکی بود و نابود کرد، یعنی انگاری همه چیز به خاطر اون تربیت بدی که داشت، به خاطر شرایط بد زندگیش بود که پیش اومد. و این خیلی میاد قشنگ نشون میده که رابرت چقدر چشماش رو همه چیز بس، واقعیت ها رو ندید، حواسش به زندگیش نبود و نتونست جلوی زیکا رو بگیره و همه اتفاقا پیش اومد، بازم نرفت طرف اون، یعنی فقط لحظه ای رفت زیکا رو کش که انگاری اومده بود داشت به ورا آسیب میرسون، یعنی اصلا حواسش نبود که زودتر میتونه این کار رو انجام بده، یکی جور دیگه ای کلا اون مرد رو به سزای اعمالش برسونه. خلاصه که ما داریم توی این فیلم از رابرت یه آدمی که خیلی عادی بود و زندگی خوبی داشته یه آدم روانی کم کم میسازیم، یعنی داریم رفته رفتش میبینیم که چقدر این آدم عوض میشه و همه شکل هایی که رفتار میکرده کلا تغییر میکنه. چه اون لحظه که دیدیم وقتی پوست همسرش نابود شد چقدر بهش رسید، چقدر حواسش بهش بود که اونو دوباره سر پا بکنه، چه وقتی که همسرش مرد چقدر حواسش به دخترش بود که یه موقع اون آسیبی نبینه و بعد برای انتقام گرفتنش دست به هر کاری می‌خواست بزنه. همونطوری که پیش میرفت عده خلافکار جامعه که همون زیکا کلا نمایندشونه اومد و زندگیشو کلا به تباهی داد و رفته رفته هرچی که بیشتر توی زندگی این مرد میومد بیشتر بهش آسیب میرسوند، در حالی که فهمیدیم اینا کلا برادرن و نباید اصلا این اختلاف بینشون باشه. خلاصه خیلی قشنگ میاد اینو به نمایش میذاره. حرف دیگه راجع به فیلم ندارم، فیلم جالبیه، یه بار شده ببینیدش حتما و این سابکار میدونم دوست دارید اگه توی این کانال عضو شدید. خیلی دوستتون دارم، توی کانال زاپاسیون بشید، لایک کامنت ساب یارتون نره، روزتونم گلسی.